جمله معروف و حتما چنیدین همه که میگن نقش کوچیک و بزرگ وجود نداره بازیگر کوچیک و بزرگ وجود داره یا نقش کوتاه و بلند اهمیتی نداره مهم اینه که چه نقشیه این حرف درستیه من خودم یادم اولین باری که فیلم بازی کردم یعنی اولین فیلمم جدال بود ساخته محمد علی سجادی نقش اول بود دومین فیلمی که بازی کردم فیلم توفه ها بود یه نقش کوچیکی از ده ها نقش متفاوت در یک فیلم که همه یک خانواده بودن با نقش های متفاوت و بعد جهیزی برای رباب که نقش باز مهمی بود و بعد رفتم در یک فیلمی محمد علی سجادی باز کار میکرد توش نقش های کوتاه کوتاه و کوچیک کوچیک بود دو تا نقش کوتاه کوچیک من بازی کرده بودم بعد خیلی اومدن به اعتراض کردن کسی که نقش اول شروع کرده چرا نقشه کوچیک بازی میکنه من اصلا برام تعجب آور بود این سوال چون فکر میکردم که من نقشهایی که بازی کردم و خیلی خیلی دوست دارم و اصلا هم به نظرم نقش کوتاه و کوچیکی نمیاد تا موقعی که فیلم مسافران رو بازی کردم در فیلم مسافران یکی از شاخصترین شخصیت های اون فیلم به نظر من نقش مستانیه که من بازی کردم که به خاطرش جایزم گرفتم. وقتی فیلم رو میخوندم به طور طبیعی مثل همه بازیگرای جوون اون دوره فکر میکردم که نقش اولش رو باید بازی کنم. بعد اصلا نگاه آقای بیزایی یه چیز دیگه ای بود و یک سن و سال دیگری بود گفتن برای این نقش میخوایم با شما صحبت کنیم. من خوندم فکر کردم خیلی دوست دارم این نقش رو به خصوص که کارگردانم آقای بیزایی هستن فیلمبردار آقای فخیمی هستن پس من میتونم از این نقش یه چیزی در بیارم که در ذهن خودم ماندگار بشه بعدا در تاریخ سینما به نظرم ماندگار شده اون شخصیتی که نوشته شده بود و بعد یه فیلمی بازی کردم در یک فیلم کوتاه در یک فیلمی به اسم مجال نقش یک زنی که نویسنده است و داره راجع به مسائل جنگ می نویسه و شخصیت های جنگی هر کدوم میان توی ذهنش و در وسایل خونش اشکال مختلفی از این آدما رو می بینه. یک مالی خولی عجیب غریب جنگی بود برام و بازی کردم و عاشق اون نقشم. و بعد خیلی از کارهای دیگه فکر کردم که اگر به من این نقش کوتاه و میگفتن بازی می کردم خیلی, خیلی خیلی خوشحال می شدم. و یادم میاد اینو از یک بازیگری درس گرفتم غیر مستقیم در فیلم جولیا خانوم مریل استریپ یک نقش خیلی خیلی کوتاه در فیلمی داره که نقش اولش با دو تا بازیگر حرفه‌ای دیگه بود اومد یه لحظه بازی کرد و برای همیشه در ذهن من ماندگار شد فکر کردم آدم چقدر میتونه تأثیر گذار باشه نه با کوچیک و بزرگ بودن نقش بلکه با اندازه ای که خودش قائل میشه برای اون نقش و اهمیتی که خودش میده به اون نقش <applause> به نظرم میاد که شما در یک نقشه بلند همیشه فرصت اشتباه کردن یا اصلاح کردن خودتون رو دارین یعنی دستتون بازه برای اینکه هر کاری دلتون میخواد بکنین و بعد اون ذهن قالب خودتون رو در اون نقش نشون بدین به دیگران ولی در نقش کوتاه شما در یک زمان کوتاه در کمترین زمان بیشترین دریافت رو باید به دیگران منتقل کنین و در نقش کوتاه خیلی اجازه اشتباه کردن ندارین در نقش کوتاه مجبوری در یک زمان کوتاه بیشترین دریافت رو به تماشاچید بدی به شما تو سینما پول میدن که تجربه کنین پس جسارت داشته باش این همیشه تو ذهن من میچرخه اینکه بخوایم همیشه در یک شکل و در یک قالب خودمون رو نشون بدیم ساده ترین کاره اما اینکه چقدر بتونیم از این قالب بیایم بیرون به توان ما به ذهن ما به خلاقیتمون و این جسارت تجربه کردن احتیاج داره وقتی شما تصمیم میگیرین که یک کاری رو بکنین بهتره که فکر کنین این کارو تکرار کردین یا نه کاری که من خودم همیشه به کار میبرم یعنی اینکه وقتی یه فیلم رو میخونم نگاه میکنم ببینم آیا تا حالا این نقش رو بازی کردم یا نه وقتی بازی نکرده باشم برام یک یک جرقه میشه از یک کار جدید یعنی اینکه میخوام یه کاری بکنم که تا حالا نکردم پس به من جسارت میده که یه کار متفاوت بکنم نمیدونم عاقبتش چی میشه چون قبلا تجربهش نکردم نمیدونستم اگر میخوام در گیلانه بازی کنم آیا میتونم در نقش یک زن مسنتر از خودم به یک رئالیتی برسم که برای دیگرانم قابل قبول باشه یا نمیتونم تمام روزهایی که کار می کردم در من یک تنشی وجود داشت برای اینکه یک کار درست انجام بدم و این از یک جسارتی بیرون میاد که در انتخاب نقش به من کمک میکنه اینکه بگم برو جلو برو یه کار متفاوت بکن برو خودتو تکرار نکن وقتی این کارو میکنی اون وقت تجربت میشه به اندازه ای از سنت از تعداد کارهایی که کردی بیشتر میشه ولی اینکه یه کاری رو تکرار میکنی همیشه در یک تجربه تعیین شده مثل یک کارمندی میمونه که میره سر کار رو برمیگرده پس توش خلاقیت نداری توش جسارت نداری دو تا از شاخصه های خیلی مهم در هنر اینه که تو جسور باشی و خلاقیت داشته باشی من وقتی نقش های متفاوت بازی میکنم یه جسارت خاصی پیدا میکنم برای اینکه برم وارد یک دنیای ناشناخته بشم و گاهی اوقات به این فکر می کنم، به من پول میدن که یه تجربه جدید بکنم من این کارو کردم نه فقط در مورد بازی کردن در مورد به دست آوردن دانش کار کردن در سینما یادم میاد در یک فیلمی که آقای داریوش عیاری هم فیلم بردارش بودن یه نقش کوتاهی به من پیشنهاد شده بود در صورتی که قبلش نقشای اول خیلی عالی بازی کرده بودم گفتم که خب من میخوام با یک تکنیک جدید آشنا بشم تکنیک جدیدی که با دوربینای جدید وارد سینما شده چون قبل از اون دوربینای های توسی بود که صدا سر صحنه نبود حالا دوربینایی اومده بود که ما میتونستیم صدا سر صحنه بگیریم و میتونستیم کار کنیم همزمان تصویر و صدامون خب برای من خیلی جالب بود به آقای ایاری گفتم میشه خواهش کنم در طول فیلم برداری به من یاد بدین که با دوربینتون چی کار میکنین و آقای ایاری متوازانه این کارو کردن و بعد وقتی به من گفتن چرا این فیلم رو بازی کردی گفتم برای اینکه به این پول دادن یه تجربه جدید بکنم من یه آدابی برای کار کردن در یک فیلم دارم یکی از اون آدابم اینه که هرگز دوتا کار رو همزمان با هم انجام نمیدم چون دلم میخواد اون تمرکزی که راجبش حرف زدیم همه جا مستطر باشه برام متمرکز باشم روی نقشی که میخوام کار کنم و چرا دوتا نقش متوسط بازی کنم یه نقش خوب مهم بازی میکنم و این باعث میشه که همیشه فکر کنم این کاری که دارم انجام میدم باید بهترین کاری باشه که تا حالا کردم گاهی اوقات در زمان در طول زمان فیلم برداری تمرین تئاتر میکنم یا حتی اجرای تئاتر چون در تئاتر یک توانمندی به تو داده میشه و یک قدرتی به تو داده میشه به عنوان بازیگر و میتونی خدای اون لحظه در اون صحنه باشی که ازش میتونی استفاده کنی در سینما یعنی من میرم توی تئاتر تغذیه میشم توی سینما ازش بهره میبرم این تنها زمانیه که قادرم یا دوست دارم و تمایل دارم که دوتا کار رو همزمان انجام بدم در تئاتر و سینما <ج وبتنی> توی تئاتر خیلی پر جنب و جوش بودم و خیلی پر در سن خیلی کم دانشسرای هنر درس میخوندم در عین حال تمام درسایی رو که داشتم می آمدم در هنرهای زیبا با همون استادای مشترک اونجا نگاه کردم و میخوندم و تمام کلاسای دانشگاهی رو عین یه دانشجو آمدم و خیلی با دقت و کوشا از هشت صبح می آمدم تا چهار بعد از ظهر تمام کلاسها رو میرفتم یکی از کلاسایی که خیلی برام جذاب بود کلاسای تحلیل فیلم شمیم بهار بود در آنفیتاتر هنرهای زیبا همیشه مثل یه بچه کوچولو می آمدم می شستم چون همه دانشجوها خیلی هم زبل بودن و خیلی هم مدعی بودن و خیلی هم پردانش بودن نسبت به من من می آمدم این بچه من را می دادن انگار توی کلاس بشین اینجا حرفم نزن فقط گوش کن موقعی که میخواستم بیام سینما یکی از شاگردای آقای شمیم بهار که هم توی سینما کار میکرد هم درس خونده بود و هم شاگردای خیلی خوب آقای شمیم بهار بود به اسم سیامک شایقیه از دست رفته که خدا بیامرزتش اومد به من گفتش که من یه پیغام از شمیم بهار برای تو دارم گفتم چیه گفتش که به هم گفته به سیمین بگو فکر نکنه که سینما مثل تئاتر و همه با هم یه شکلن و همه به هم کمک میکنن برای اینکه کارشون جلو بره یعنی هر کسی به اون اندازه دانش داره که دیگری هم دانش داره نسبت به کارش و به هم نیاز دارن رد و بدل میکنن در سینما هر کسی کار خودش رو میکنه به سیمون بگو تمام کارهایی که مربوط به خودش هست رو از دیگران یاد بگیره برای اینکه خودش مستقل باشه برای اینکه دانش اینکه چجوری جلوی دوربین به ایستر رو داشته باشه راجع به لباس راجع به کارگردانی راجع به نور خودش بره و یاد بگیره این بهترین درسی بود که به من در سینما داده شد از ابتدا یاد گرفتم مستقل باشم و همه چیزایی که مربوط به کارم میشه رو یاد بگیرم